الو، الو الهام، الو صدات نمیاد. آها الان بهتر شد. سلام، چطوری؟ قربونت برم. نه بابا خواب چیه، دارم رانندگی میکنم. قبرستون. آره خودم میدونم امروز شنبه است. با حامد قرار گذاشتم دیشب. به خدا نمیدونم، گفت میخواد به سر خاک باباش. آره حالا ازش میپرسم. دیونه. باشه خبرشو بهت میدم. قربونت برم، خداحافظ. آقا پسر بیا. دسته چنده؟ دسته 2000. قرمزشو بده. ایشالله خوشبخت. مرسی. ببخشید نمیدونید دستشویی کجاست؟ میخوام اینو آب کنم، شیراب پیدا نمی کنم. بله فکر میکنم اون پایین باشه. اتفاقا منم میخوام برم دستشویی. اجازه بدیم با اتون میه. سرخاک کی اومدی؟ سرخاک نیومدم، راستش اونجا قرار دارم. قرار؟ با کی؟ با یه پسره خلوچل که با هم اینجا قرار گذاشته. پسره دیگه دوست دخترش رو میبرن کافی شاف. اون دیوونه من کشنده اینجا. دیرم کرده، اگه نیاد میرم. راستی برچی اینجا باید قرار گذاشته؟ پسره این دو روز همونن دیگه، همشون یکم کم دارن. میخواییم با هم ازدواج کنی؟ نه بابا، مورد شیرشو ببرن. همش میگفت مامانم مخالفه، مامانم مخالفه. اجازه بدین کمکتون کنم. ممنون عزیزم. خب میگفتید حرفت نصفه می... هیچ دیگه نمیدونم چه مرگشه، کیو میخواد از من بهتر. یه ماه هم بود هیچ خبری ازش نبود، تا اینکه دیشب تو اینترنت دوباره با هم چت کردیم، واسه اینجا با هم قرار گذاشت. شاید صلاحت این بوده با این پسر که گفتی ازدواج نکنی. نه بابا خانم، شانس نداشتم. مادرش مخالف بود، خودم فهمیده بودم که مامانش مخالفه. هیچ مادری بچهشو نمیخواد. لابد یه چیزی از پسرش میدونسته که سلام تونسته بچه زن نگیره. حالا شما مادری، من هرچی بگم از مادر رو دفاع میکنم. سر به هوایی یا یه ذره زمین رو نگاه کن، نیفتی. ترسیدم. مامانم هم همیشه به این میگه سر به هوایی.
بیچاره چقدر جوون بود، یعنی همسن من بوده. پسر من هم جوون مرد. پسرتون؟ مریض بود، هیچ کس نمیدونست، فقط من میدونستم چند ماه دیگه زنده است. خدا بیامرزه. ببخش حامد، ازم خواست اینجوری بهت بگم.